سلام بر بینندگان محترم و علاقمندان کانال، امیدوارم همگی خوب باشین. امروز پنج شنبه بعد از ظهر به وقت آمریکا و احتمالاً وقتی که شما این ویدیو رو ببینید میشه جمعه، اوایل خرداد سال 1402-2024. یک کمی دیگه راجع به ابتذال صحبت میکنیم. منم به شدت خسته هستم، آخر یک روز کاری هست و حالا یه درینک کوچولو یه آبجو مجانی اینجا توی آفیس دادم منم بخورم، نمیدونم اصلا چی هست، بتونم چند دقیقه براتون صحبت کنم. اولش سعی میکنم از دوربین تفنگ شروع کنم، بعد به ابتذال در هنر و دین و مذهب و اعتقادات خواهم پرداخت اگه وقت بشه. دوستان، در همه چی گفتم که وقتی که پیشرفت بیش از حد صورت بگیری یا پیشرفت بی انتها و بدون ترمز صورت بگیری، دوستان، اون امر به ابتذال میرسه. حالا میتونه آموزش باشه، میتونه هنر باشه، میتونه اقتصاد باشه، میتونه تجارت باشه، میتونه دوربین تفنگ باشه. در زمینه دوربین تفنگ دوستان، خیلی حتما از ویدئوهای قبلی من دیدید که بسیار انتقادات زیادی رو مطرح کردم و همین امروز هم یه عکس گذاشتم، گفتم دوربین تفنگ جای عدسه چشمیش باید معمولا مماس بر گلنگدن تفنگ باشه، نه اینکه بیاد به سمت عقب به نزدیک چشم تیرانداز روی قنداق، که حالا این خودش بحث مفصلی است. اما دوستان، اینقدر مدل‌های متنوع و همه چی ساخته شده و اینقدر مشخصات دوربین همینجور بیشتر و بیشتر و بیشتر شده که دیگه از حالت ابتذال هم خارج شد. نمونهاش دوستان این نمونه دوربین شمیت ان بندر با بزرگی 60 برابر که معلوم نیست واقعا این به چه درد میخوره و اگزیت پیپیلی که به شما میده احتمالاً زیر 1 میلیمتر خواهد بود، چون عدسه چشمی این ببخشید عدسه شیعی این 56 میلیمتر با بزرگی 60 برابر، اون بیم نوری که از این خارج میشه زیر 1 میلیمتر قطرش خواهد بود، معلوم نیست که دقیقاً تیرانداز چه چیزی رو خواهد دید و اصلا به چه درد میخوره. کی ثابت کرده دوستان؟ کدوم مقاله علمی و کدوم قانون فیزیک ثابت کرده که شما هر چی بزرگنمای دوربین بیشتر بشه مثلا مسافت دورتره میتونه تیراندازی کنه؟ و انواع چیزای دیگه دوستان، هزاران مدل رتیکل و هزاران مدل ترت. الان دیگه رتیکل دیگه ساتوریت شده و به نهایت ابتذال خودش رسیده. اون چیزی که تو بورس هست دوستان انواع ترت ها هست، ترت هایی که چندین بار دور میزنه، ترت هایی که دو تا ترت داخل هم هست، دو تا تبلک سمجون میچرخه، یه خورده میاد بالا میره پایین، میتونید لاکش کنید، مثلا زیرو لاک به شما میده فلان و چنان. نمونه های مختلف در دو مدل میلی رادیان یا ام او ای به شما داده میشه، مینیت آف انگل. ترت ها الان دیگه اکسپوز هست، یعنی اینکه قبلا با یه پوششی در پوش اینا رو میپوشوندن که در هنگام حرکت و اینا مثلا تکون نخوره، ولی این ترتا اکسپوز دوستان کوچکترین تفنگ تو بندازین رو دوشتون حرکت کنین ممکن یک کوچولو به هر چیزی که بخوره خب اینو میچرخونه و از تنظیم خودش خارج میشه و شما یادتون میره رو چی بود. و اصلا تیرانداز همونجور که صحبت کردیم دوستان اصلا وقتی نداره بخواد بشینه این ترتا رو تنظیم کنه. و از همه چی خنده‌دارتر اینه که هم به شما ترت رو میدن که باش الیویشن و ویندج تنظیم کنی، هم رتیکلای عجیب و غریب که توش بولت دراپ و میلدات و اینا داره، یعنی دو تا روش محاسبه و جبران افت گوله رو همزمان به شما میدن، یعنی که در سیستم شما هم ترت دارید که باید تنظیم کنید، هم رتیکل دارید، معلوم نیست خب کدومش استفاده کنید، مثل یک قایقی که هم بادبانی هم موتوریه، خب کدومشه؟ یا بالاخره این هلیکوپتر یا هواپیماست؟ بالاخره یه سیستم بلند شدن از زمین کافی هست، اینکه هم قرمه سبزی هم خورش قیمه. به هر حال چیزی که دوستان اصلا و ابدا شما نمیبینید راجبش بحث و آنالیز بشه اینه که این دوربین تفنگ اشکالات فنی و اپتیکی و بیولوژیکی شدید داره. این تصویر به ما کمک میکنه اینو بیشتر درک کنیم. قبلا هم براتون گفتم دوستان داخل یه دوربین زایس رو میبینید که اکثر دوربین ها همین مکانیزم هست. چیزی که وجود داره یک لوله‌ای داخل این لوله اصلی یا تیوب اصلی دوربین قرار داره. تیوب اصلی مثلا 30 میلیمتر حالا فرض کنیم. یه لوله کوچکتر مثلا با قطر 20 میلیمتر داخل اینه. اون عدسی هایی که بهشون میگن ارکتور یا عدسی های زوم داخل این قرار دارن. این لوله از قسمت عقب که اینجا هست دست منو میذارم میبینید لولا شده و از قسمت جلو زیرش یه فنر داره. فنر رو این پایین میبینید. این فنر زبانه ای ماننده، مثل کمک فنر ماشین های قدیمی یا گاری است. یه فنر زبانه ای معمولا.
این زبانه این لوله رو بالا پایین میکنه طوری که بچسبه به مغزی این تبلک یا ترت که اینجا به رنگ زرد نشون داده شده، مثلا از جنس برنج. دیگه که شما تبلک رو میچرخونی این لوله رو فشار میده پایین و این فنره اینو نگه میداره. وقتی تبلک سمت رو که این هست حرکت میدی، اون به سمت چپ و راست این لوله رو میچرخونه و اینجوری شما سمت و ارتفاعتون تنظیم میشه و رتیکل هم اون وسط هست. دوستان این سیستم بسیار بسیار فرجایل و شکننده و غیر قابل اطمینانی هست و اصلا مسخره است. ایرادات بسیار زیاد مکانیکی و اپتیکی داره، اما هیچ که در صدد رفع کردن اون نیست. مثلا بهترین کاری که میکنن مثل شرکت های مثل نایت فورس تبلیغ میکنن که ما فنرمون رو میندازیم دو هفته نمیدونم در یک چیز تامبلر یا یک چیز مخزن چرخنده بچرخه تا کاملا صاف و صیقلی بشه و این زیر سطح لوله رو بگیره و ببخشید سیستم دوربین ریپیتبل یا قابل اعتماد بشه. این فنر دقیقا هر وقت که کلیک میکنید همونقدر بیاد بالا یا همونقدر بره پایین. گود لاک. این کاملا حرف غیر قابل اعتماد و غیر علمی هست دوستان. خیلی چیزای دیگه گفتم، بزرگنمایی میدان دید شما رو کم میکنه، نمیدونم اون رتیکلات تمرکز شما رو به هم میزنن، نزدیک بودن عدسی چشمی به چشم همونجوری که این آقا داره نشون میده باعث ایجاد ترس و پلک زدن میشه که اینو خودم گفتم تا حالا اصلا جایی ندیدم کسی گفته باشه. هیچ کدوم از این موضوعات دوستان در نظر گرفته نشده. بعد یکی از دوستان در ویدیو قبلی از من سوال کرده بودن در کامنت ها که خب شما این همه انتقاد میکنید، خیلی خب ما هم بدونیم که این فلان چیز به ابتذال کشش، دانشگاه نرید، رشته فیزیک نخونید، فلان و چنان. خب چیکار کنیم؟ چیکار میشه بکنید؟ راه حلتون چی هست؟ کاملا حرفشون متین و منطقی است. آیا راه حلی دارم یا نه؟ در زمینه دوربین و اپتیک و تفنگ که این همه خودم دارم انتقاد میکنم، بله دوستان خودم دارم سعی میکنم یک سیستم های جایگزینی برای اینا به وجود بیارم، ابداع کنم که این مسئله رو حل کنه. نمونهشم با اینکه خب سری و محرمانه است، حالا ظاهرش رو شما ببینید هیچ اشکالی نداره. این نمونه دوربین دوستان که ترت نداره. ترتش کو؟ اون تبلک سمتش کو؟ تبلک ارتفاعش کو؟ نداره دوستان. این دوربین خاص از طریق حرکت چرخشی اینجا این سمت هست یا قبلی ارتفاع هست، به این شکل تنظیم میشه. الان داره ارتفاع دوربین تغییر میکنه، اینو من به چرخونم داره سمت دوربین تغییر میکنه. یک سیستم بسیار بسیار متفاوت اپتیکی هست، ابداع خود من هست، ساخته شده توسط یک شرکت بسیار معتبر اروپایی به عنوان پروتوتایپ. خرج و زحمت بسیار زیادی کشیده شده. اون قسمت مکانیکیشو من خودم طراحی نکردم، مهندسین متخصص اون شرکت طراحی کردن. ایده و اپتیک اینو من طراحی کردم. در این سیستم دیگه رتیکل و همه چی دوستان ثابت است، داخل این تیوب هست، اون لنز ها تماما ثابت هستن، بالا پایین نمیرن، فنری هم وجود نداره. بنابراین چیزی وجود نداره که کلیک کلیک رتیکل شما بره بالا و بره پایین. هیچ گونه لولایی هم در ته این لازم نیست. همه لنز ها محکم و کاملا به قول معروف مطمئن به لوله وصل شده. یک خاصیت بسیار خوبی دیگه که این سیستم داره دوستان، حالا هر وقت که انشالله تکمیل بشه و به مرحله تولید برسه، اینی که این قطعات اپتیکی که این جلو قرار داره، این ابجکتیو یا عدسی چشمی دوربین اینجا هست، این قسمت جلو، اینا هیچ کدوم لنز نیست، قطعات دیگه اپتیکی هستن که فقط باعث تغییر و سمت و ارتفاع میشن. بنابراین این سیستم ماجولاره، قسمت سمت و ارتفاع اینجاست، کل تلسکوپ دوربین اینجاست. بنابراین دوتا کاملا از هم دیگه از نظر اپتیکی جدا هستند، فقط از نظر مکانیکی به هم دیگه وصل شدن. بنابراین این فقط یه تلسکوپ هست که رتیکل داره، این قسمت جلویی سمت و ارتفاع رو برای این مشخص میکنه به شکل اپتیکی و با حرکت چرخشی. نکته بسیار جالب اینه دوستان، هر گونه خطای مکانیکی که تو این سیستم اپتیکی جلو رخ بده، این قطعات اپتیکی که جلوش هستن میبینی اینا هیچکونو گفتم لنز نیستن، قطعه اپتیکی دیگه است، چپ و راست برن هیچ اتفاقی برای دوربین نمیفته، بالا پایین برن هیچ اتفاقی برای دوربین نمیفته، به علت تولرانس یا شاک یا هرچی جلو عقب هم بشن هیچ اتفاقی برای نقطه صفر این دوربین نمیفته. این سیستم کاملا شاک پروف است، از نظری که هر گونه حرکت سمتی یا بالا پایین شدن یا جلو عقب شدن این قطعاتی که اینجا هست هیچ اثری روی تنظیم دوربین نداره. تنها حالتی که
این سیستم از تنظیم میتونه خارج بشه، اینه که این قطعات اپتیکی چرخش بکنن که چرخش هم توسط این سیستم انجام میشه و لاک میشه. بنابراین تنها چیزی که دوربین رو سمت و ارتفاعش رو تغییر میده چرخش این قطعات هست و لغزش اینا به چپ و راست، حالا در هنگام تولید یا به علت ضربه تفنگ، هیچ گونه اثری روی تنظیم دوربین نخواهد داشت. بنابراین وقتی که انسان انتقاد میکنه، دوستان بله کاملا درسته، باید خودش راه حل ارائه بده. خب خیلی مواقع در زمینه اپتیک دوستان من فقط دارم به شما اطلاعات میدم، راه حلش رو نمیدم چون که نمیتونم این راه حل رو به شما ارائه بدم. دلیل نداره که راه حلش رو بهش فکر نکردم، فقط نشستم مثل آدمای قرقرو انتقاد میکنم. نه عزیزان، دارم زحمت میکشم و نمونهش هم بهتون نشون دادم. حالا امیدواریم که به نتیجه برسه. بر همین منوال دوستان، وقتی که راجع به چیزهای دیگه، دوربین تفنگ، تفنگ، مونت، هر چیز دیگه انتقاد میکنیم، هدف این نیست که زحمت و کارهایی که افرادی تا الان انجام دادن رو نادیده بگیریم یا کوچک بشماریم. زحماتشون محترم هست، تمام اون کارمنده و مهندسینی که تو این شرکت‌های مختلف کار میکنن و دوربین درست میکنن و این همه رتیکل و نمیدونم ردات و فلان و اینا درست میکنن، دوستان زحماتشون محترم هست، اما ابداع و نوآوری به این شکل انجام نمیشه. قبلا هم گفتم یه ویدیو داریم، در شرکت بزرگ دوستان احتمالی که یه چیز جدید ابداع بشه بسیار بسیار کم است، اونم دلایل خودشو داره. پس این از ابتذال در زمینه دوربین تفنگ که گفتم همه چی خیلی رفته جلو و همه چی بیشتر شده، بیشترین ترت، بیشترین بزرگنمایی، بیشترین طول نمیدونم دوربین، بیشترین سایز لنز، بیشترین تعداد کلیک، بیشترین نمیدونم نور ایلومینیشن یا هر چیز دیگه. اینا دوستان راه حل نیست، راه حل تناسب هست و متناسب کردن دوربین با شرایط جسم ما و چشم ما، که حالا انشالله بعداً در این زمینه بیشتر اگه وقت بشه صحبت میکنم. اما یکی دو تا مورد دیگه میخواستم بگم از ابتذال. در زمینه آموزش رو قبلا گفتم، در زمینه حکمرانی و سیاست رو قبلا گفتم، در زمینه ورزش المپیک هم در ویدیو قبلی گفتم. در این ویدیو ادامهش میدم راجع به دو تا چیز دیگه، حالا اگه وقت شد هر دوشو میگیم. یکیش هنر هست دوستان، مثل فیلم و موسیقی و کتاب و رمان و اینا. به کتاب عنوان منبع علم و یه ریفرنس کاری نداریم، مثلا این کتاب مرجع پزشکی ما هیچ کاری بون نداریم، اون به ابتذال کشیده نشده. اما کتاب عنوان رمان و ادبیات و اینا کاملا به ابتذال کشیده. احتیاجی دوستان ما الان به ادبیات جدید نداریم. خب که شما بشین یه کتاب رمان بنویسی یه چیز جدید رو بگی. چرا نداریم؟ آیا مطلب جدیدی نیست برای گفتن؟ چرا هست، حتما یه داستانی از یه شخصی میشه روایت کرد. ما اینقدر روز و شب داره داستانهای زندگی دیگران به خوردمون داده میشه که دیگه از این داریم عق میزنیم. 24 ساعت داره تلویزیون زندگی دیگران رو ما نشون میده، تلفن موبایلم داره زندگی دیگران نشون میده، اخبار داره چیزای بد رو ما نشون میده، نمیدونم سریالا و نتفلیکس و نمیدونم فلان فقط دارن زندگی دیگران یا توهمات دیگران، همه چیز دیگران به ما نشون میدن که ما اصلا دیگه احتیاجی نداریم، مردیم از بس به زندگی دیگران نگاه کردیم. به این شکل انسان چیزی یاد نمیگیره، از زندگی خودمون باز موندیم به خاطر توجه به نمیدونم تاریخ و نمیدونم رمانای تاریخی و عاشقانه و فضایی و تخیلی. دوستان چقدر دیگه میشه فیلم تخیلی درست کرد، من نمیدونم جنگ ستارگان درست کرد، جلوه های ویژه درست کرد، همه اینا دیگه لوس شده، دیگه انسان رو به شگفتی وا نمیداره. جلوه های ویژه فیلم جنگ ستارگان موقع قشنگ بود که اینا خیلی سخت بود درست کردنش، رو دیگه نبود، کسی ندیده بود مثلا این فضاپیماها برن در فضا و منفجر بشن و لیزر بزنن و فلان. در 70 میلادی 50 سال پیش این جالب بوده، ولی الان با وجود این همه سیستمای گرافیک کامپیوتری و هر تلفن موبایلی میتونه اینا رو درست کنه و خیلی چیپه و اینا، اصلا دیگه انسان رو تحت تاثیر قرار نمیده و ایمپرسیو نیست، بنابراین لوس شده رفته. چقدر داستان عاشقانه نگاه کنید، چی از این یاد میگیرید؟ به فرض که یک فیلمساز بسیار خلاقی خوبی یک داستان جدیدی، جلوه‌های ویژه جدیدی، هنر جدیدی، خیلی جدیدی خلق کنه، بیاره بذاره اینجا یه فیلم جدید درست کنه، این فیلم میشه 2 ساعت فیلم. آیا شما این فیلم رو دیدید تحت تاثیر قرار میگیرید؟ ممکنه. آیا این تاثیر ادامه خواهد داشت؟ خیر. چرا؟ چون نیم ساعت بعدش یه فیلم دیگه میبینید، فیلم قبلی کاملا یادتون میره. خب یک چیزی تاثیرش میمونه که شما فوری اونو با یه چیز دیگه جایگزین نکنه. یه غذای الان بخورید چقدر خوشمزه است،
نیم ساعت بعدش دوباره یه غذا دیگه بخورید، یه مزه غذا قبلی از بین رفته و اون خاطرهش و طعمش اینا از بین رفته. ما هم الان اینجوریم، اینجوری نیست که مثلا هر از یه ماهی دو ماهی بریم یه سینما مثلا یه فیلمی ببینیم، حالا کلی راجبش حرف بزنیم، همینجور تو ذهنمون تکرار بشه، اینقدر خوب باشه یه بار دیگه بریم ببینیم. اصلا همچی چیزی نیست دیگه. هر کسی نشسته چه تو ایران چه اینجا، روز شبان روی هر شب سه مدل سریال میبینه، هر سریال رو ردش میکنیم، اونه که مثلا روی نتفلیکس و این شبکات استریمینگ هست برو جلو ببینیم چی شد، همزمان هم داریم به موبایلمون نگاه میکنیم و اصلا حواسمون به هیچی نیست. بنابراین کل این سیستم هنر لوس شده و رفته و علتش ازدیادش هست، چون زیاد شده، فربه شده، بزرگ شده، دیگه اصلا جا برای هضم هنر نداریم. نقاشی و نمیدونم تئاتر و اینا هم که دیگه اصلا بی خود و لوس شده رفته. اصلا شما برای یه نقاش و هنرمند مثلا چه شخصیت و چیزی در جامعه داره؟ اونایی که معروف میشن دوستان معروفشون میکنن به عنوان یه کار تجاری، کالای تجاری مثل یک برندن، تبلیغ میذارن روشون که فروش کنه، بعدش هم میزنش کنار یکی دیگر رو میاره. پس هنر کلن دوستان به ابتذال کشیده شده، هنر نقاشی، هنر نمیدونم هر چیز دیگه، اکثر هنرها، هنرهای تصویری، هنرهای تئاتر، هنر فلان اصلا معنی نمیده. از طرف دیگه دوستان یک تیکه‌ای به دوستان فیزیک و دکترای فیزیک و اینا انداختم توی ویدیو قبلی، امروزم بذار یه تیکه‌ای به این جماعت هنرمند و هنرپیشه بندازم. دوستان کثیف‌ترین و زشت‌ترین شخصیت، شخصیت مرد هنرپیشه است یا زن هنرپیشه. یعنی چی که انسان بیاد احساساتی از خودش نشون بده که اونا رو واقعا نداره؟ چرا بیا الکی گریه کنی یا خودتو به گریه بزنی؟ چرا یه موقع عصبانی میشی در که عصبانی نیستی؟ چرا یه موقع احساس غم و اندوه نشون بدی یا بری در آغوش مرد دیگه یا زن دیگه اونو بغل کنی و ببوسی و رومانس داشته باشی در حالی که در واقع نداری حالا داری؟ انسان دوستان احساساتش ارزشمنده و بعد اون چیزی که در درون واقعی خودش هست رو بروز بده. این میشه شخصیت واقعی انسان. کسی که شخصیت غیر واقعی نشون بده میگهش میگن بوقلمون صفت. و ما انسان‌های مدرن اومدیم یه کسی که همینجور برای خودش هر شخصیتی میخواد نشون بده و در این کار تبحر پیدا کرده و تمرین کرده، میگه وای چه مرد خوبیه، وای چه هنرپیشه خوبیه. خب هنرپیشه بودن دوستان ارزش نیست، ضد ارزشه. انسان خوب کسی که هیچ وقت نقش بازی نکنه، یعنی فلانی داره فیلم بازی میکنه، تئاتر در میاره، خب یعنی کار زشتیه دوستان. پس من از این نظر هیچ گونه ارزشی برای هیچ هنرمندی، هنرپیشه، هیچ چیزی در این لحظه و این زمان به بعد قائل نیستم. نه اسکار برام ارزش داره، نه فلان فیلم، نه فلان چی که چقدر خوب بازی کرد، وای اون پسر نقشه مرد فقیر رو چقدر خوب بازی کرد. غلط کردی تو نشستی نقشه فقیر رو بازی می‌کنی. فقیر رو کنار خیابون دیدیم، هزاران تا فیلم هم راجع به فقیر و غنی و عشق و نمیدونم فلان ساخته شده که تو چی اومدی داری میگی؟ There is nothing to say. فقط اون خود پول مردم رو به جیب بزنی و پولدار بشی، خب همه کارش اینه و هیچ چیز جدیدی نیست. بنابراین من از این به بعد ارزشی قائل نیستم. در قدیم میشده بگی این کار ارزش داره، به مردم چیزی آموزش میداد. یعنی این هنر، این داستان، این روایت ممکن بود یه تأثیری رو جامعه بذاره. مثلا یه فیلمی که زندگی مثلا افراد فقیری رو در مثلا یه کشوری نشون میده، ممکن باعث تحریک احساسات مردم بشه بخوان مثلا به اون کشور کمک کنن یا اون زندگی رو تحت تاثیر قرار بدن. یا مثلا یه جنگ، بدیهای جنگ رو فیلم نشون میده، مردم بخوام به دنبال صلح باشن و مثلا به کشورشون یا سیاستمدارا فشار بیارن صلح به وجود بیاره. الان دیگه این لوس شده دوستان، اینقدر نشون دادن که هیچ اثری رو ما نمیذاره. هزار تا فیلم از جنگ و خونریزی در افغانستان و عراق و غزه و فلان نشون میدن، هیچ اثری نمیذاره. لوس شده رفته، چون تکرار شده، هی تکرار شده، هی تکرار شده، هی تکرار شده، هی تکرار شده دوستان، این دیگه اثری نمیذاره، میشه مثل داستان چوپان دروغگو. پس این از نقد من بر هنر، به علت کثرتش خودش رو به ابتذال کشونده. هیچ کاریش هم نمیشه کرد دوستان، در همین ابتذال جلو خواهد رفت، میشه یه موجود نه زنده نه مرده، مثل خیلی چیزهای دیگه، مثل شرکت یاهو که درست اینجا بیرون پنجره من آفیس شرکت یاهو هست، از این دور پشت درخت ها دیده میشه. شرکت یاهو معلومه زنده است یا مرده. گوگل زنده است، یاهو زنده است، مرده هستش، ولی هیچ چیزی شما به اسم یاهو نمیبینید توی اینترنت، ولی هنوز وجود داره. هنر هم میشه همچین چیزی. یه بحث دیگه دوستان که فکر کنم هنوز فرصت باشه در این ویدیو مطرح کنم، بحث دین و مذهب و اعتقادات هست.
خیلی از دوستانی که خب تحصیلات دارن یا دنیا دیده هستن، خارج رفتن اینور اونور، خب به این نتیجه که برسن، یا تو ایران الان مثل که به علت خب شبکه‌های اجتماعی و این رفتار نازیبایی که حکومت دینی مستبد از خودش نشون داده، جوانان کاملا ضد دین شدن و فلان و چنان و همش دروغه، همش مزخرفه، همش میخوان سر ما رو کلا بذارن و ما رو تحت استثمار و به قول معروف تمکین خودشون در واقع 100% درسته. یکی از کارهایی که دین یا اتوریته میکنه همینه که شما رو تحت کنترل نگه داره. اما دوستان یک نکته وجود داره که از بین بردن دین در جامعه هم بسیار بسیار کار غلطی است. دین مثل چیزهای دیگه در جامعه باید باشه تا جامعه رو بالانس کنه و در مقابل یه سری انحرافات و زیاده روی های دیگه که دولت سکولار یا جامعه سکولار یا فمینیست یا نمیدونم ریسیست نه انتی ریسیست، که همون انتی ریسیزم هم خودش میشه یه جور ریسیزم برعکس. شما اینقدر انتی ریسیزم باشه که حالا بیایید سفید پوستا رو مثلا چیز کنید، همه در همه چیز لطمه بزنی و همه چیزاشون رو بیاری پایین مقال معروف یا هر چیز دیگه ای. حالا در جامعه غربی اکثرا اینطوره. بنابراین همه اینا اکسسیو و زیادروی خواهد شد. دین یک چیزی که باید تو جامعه باشه دوستان، این نظر خودمه با تجربه بهش رسیدم، که زیادروی های سکولاریسم و لیبرالیسم و این جفنگیات مشابه دموکراسی و اینا رو بالانس کنه. یعنی هم دین لازمه هم فلسفه، که هر دوش هم مزخرف هست ولی هر دوش لازمه دوستان. اون باید جلو اینو وایسه، این باید جلو اونو وایسه، مثل شیر و کفتار هست دوستان. این دوتا جلو هم دیگه وای میسن و اون مثلا فیلا یا گوزنه ممکنه یه نفس راحتی بکشن، چون علاوه بر این که حمله میکنن اونا رو میخورن، با همدیگه هم میجنگن و نیرو و تریتوری همدیگه رو محدود میکنن. و دوستان پس یکی از چیزهای دین اینه، دین یا اون نیاز درونی به شناخت جهان و اینا از راه فلسفه دوستان بهش نمیشه رسید و یک چیز بسیار مزخرفیه. یه جوری که میشه دین رو یه رنگ و لعاب خوب و مثبت و کم ضرری بهش داد ولی حفظش کرد، نباید دین رو خراب کرد. اینجور که نباید بریم مسجد رو خراب کنیم، کاخ شاهان گذشته رو خراب کنیم، بگی اینا ظالم بودن. خب همه پادشاه ها اکثرا ظالم بودن و خونریزی کردن و جنگ کردن، ولی جزئی از تاریخ ما و گذشته ما و تجربه زیسته ما هست. هم نادرشاه، هم شاهان زندیه، هم شاهان قاجار، هم شاهان پهلوی، همه اینا و هم جمهوری اسلامی. حتی به نظر من حتی درست نیست که رهبران فعلی هم مثلا آرزوی مرگ براشون کنی، نه حالا به طور طبیعی مردن یه جای خاکشون میکنی، همینا هم باید بمونن، آینده تاریخ قضاوت کنه. اینجور نباید بشه که بریم مثلا قبرش رو خراب کنیم یا مثلا چیز کنیم. یه چیز نامیمون و ناراحت کننده که دوستان وجود داره در ایران اینه که الان فکر کنم 4-5 تا پادشاه، آخرین پادشاهان ایران، قبرشون هیچ کدوم در ایران نیست، که این باعث تأسفه. حالا هر کاری کردن مهم نیست، به هر حال پادشاه مملکت بودن، جزء تاریخی ما. فکر کنم 2-3 تا از پادشاهان قاجار، یکی دو تاشون تو کربلا هن، یکیشون توی ایتالیا هست، یکیشون فکر کنم احمد شاه تو فرانسه یا سوئیس، نمیدونم، و هر کدوم یه جای هستن. هر کشوری مثل انگلیس، پادشاه خودش باید توی خود کشور باشه، بخشی از تاریخ کشور ما هست. همچنین امامزاده هم باید باشه، کسی نباید برای در آینده اگه تغییری پیش اومد بره مثلا شاه چراغ و امامزاده ها و فلان اینا باشه. حالا نباید تعدادش از 5000 تا بیشتر بشه، اون 5000 تا امامزاده مثلا کافی، حالا 5500 دیگه نباید اینا رو خراب کرد. اینا هم باید باشه، به عنوان یک اثر تاریخی میشه تبدیلشون کرد، مکانهای عمومی توش جشن و عروسی و مثلا از این چیزا گرفت به جای نوحه خونی و مثلا اینا. یعنی همه چیز رو دوستان باید توش تعادل رعایت کرد و نباید مذهب رو هم از بین برد. اگه دقت کنین دوستانی که خیلی خیلی ضد مذهبی هم، ببین اینا خودشون مشکلات روانی و ناراحتی هایی از سرخوردگی های اجتماعی دارن، چه اونایی که خیلی مذهبی هم، چه اونایی که خیلی ضد مذهبی هم. دوستانی هر دوش نشانه مشکلات و ضعف روانیه و این تجربه رو من در خودم دارم، نه که در خودم که بگم خودم این ضعف دارم، شاید خودم هم دارم نمیدونم، در اطرافیان و دوست و آشنا اینا دیدم که هر دو طرف، اونایی که خیلی به شدت ضد مذهب هستن و اونایی که خیلی مذهبی هستن، دوستان هر دو نشونه مشکلات شخصیتی و درونی هست بیشتر تا بحث منطقی و دلسوزی. نه اصلا بحث دلسوزی دوستان مطرح نیست، هر دو طرف بیشتر بحث عقده و ناراحتی‌های شخصیتی و روانی است.
این از این. بنابراین اینو در نظر داشته باشید دوستان که در هر کاری زیاده رویش و از بین بردنش غلط هست. البته خب ما متاسفانه انسان ها طوری هستیم که همیشه عاشق افراط و تفریطیم. در تفنگ همیشه سعی میکنیم بیشترین کالیب، قوی ترین فلان، بلندترین طول لوله، نمیدونم قوی ترین دوربین با بزرگنمایی. این چقدر بزرگش؟ 12 برابر خب 12 اوکیه، زیاد زیاد نیست، ولی نمیدونم 24 برابر، مثل اون 60 برابر و فلان و چنان داشته باشیم. و اگه نداشته باشیم انگار کارمون لنگه. زایس هم که همینجوره دیگه، انواع توربین جدیدی که ساخته همشون خدا برابر تا خدا برابر هست. فکر کنم بزرگ نمایشون این چنده، نمیدونم پشتش اینجا نوشته. آها اینها ها 4 تا 25 و 6 تا 36 بزرگ نمایش اینجا نوشته. بنابراین دوستان اگه دوربین 36 برابر نداشتید هیچ گونه اشکالی نداره، برید خدا رو شکر کنید، لبخند بزنید، برید از میوه های تازه که سر درخت هست بخورید. نگران این همه تکنولوژی ها که پیشرفت میکنه ما هیچی نداریم نباشید دوستان. خیلی از اینها فقط دود و بخار و خیاله و در واقعیت چیزی به زندگی و کاراکتر و شخصیت ما اضافه نمیکنه. اینم این دوستان، خواستم بگم که همچنان که نقد میکنیم باید به فکر راه حل باشیم. من لااقل در زمین خودمون که شکار و تیراندازی است کمابیش به فکر راه حل هستم و مقدار زیادی از وقت و انرژی و پول شخصی خودم رو گذاشتم روی این کار. امیدوارم که این به نتیجه برسه. شما هم انشالله اگر راه حلی دارین در زمینهای دیگه که گفتیم دین و مذهب به ابتذال کشیده شد، چیکارش کرد دین و مذهب در آینده 5 سال دیگه در ایران؟ دین و مذهب چه نقشی باید داشته باشه؟ آیا دین اسلام باید بریزیم دور، نگهش داریم، چیکارش کنیم؟ همچنین بحث اون یکی که گفتم دانش آموزی و آموزش و پرورش، اینا هی باید بریم دکترا و فوق دکترا بگیریم یه جایی، بابا استاپ کن. اینم راه حل داره. حالا فرصت شد در یه ویدیو دیگه همین ویدیو بگم دوستان، بذار راه حل اونم بگم. یه بار دوستان یکی دو سال پیش من با دوستان فارغ التحصیل دانشگاه شیراز یه گروه شده بودیم بحث می‌کردیم و یه ماه فکر کنم باهاشون در یه گروه اینترنتی بودم و بحث می‌کردیم. بعد از اون گروه اومدم بیرون، دیدم که حتی دوستان بسیار فرهیخته‌ای که ما در اون گروه داشتیم و یکی دوتاشون المپیاد فیزیک و اینا بودن و اینقدر اینا باهوش و با تحصیلات بودن، همشون هم کلاسی خودم بودن. از دانشگاه شیراز ما فارغ التحصیل شدیم، من خودم دانشگاه شیراز فوق لیسانس خوندم، اونا رفته بودن تهران و شریف و اینا فوق لیسانس‌های خوب گرفتن، بعد همه اومدن خارج، اکثرا بعد از من. ولی من کانادا رفتم، اون دوستانم اومده بودن کانادا، اروپا یا آمریکا و دکترا گرفته بودن، حالا هم در شرکت خوبی مثل اپل و آمازون و اینا کار می‌کردن، یه استاد دانشگاه. دوستان یه بحثی شد، یکیشون داشت میگفت که بچه‌شون نوجوان است و اینا مثلا سعی میکنه بهش خوندن کتاب‌های خوبو یاد بده و الان مثلا بهش کتاب مثلا یاد میده که سعی کنه به جای که تلویزیون و مثلا بازی کامپیوتر کنه بشینه کتاب بخونه و از جمله کتاب جنگ و صلح تولستوی فکر می‌کنم. ایشون گفت آره مثلا دوست داره و میشینه مثلا این کتابا رو می‌خونه، کتابای باوقار و به قول معروف اینجوری. من اصلا شاخم در اومد، قربون شکلت برم، بچه 14-15 ساله نباید بشینه یه رمان به این سنگینی رو بخونه، اصلا به هیچ دردی نمیخوره. و این نیست که حالا ما تو ایران کتاب مثلا حسن عکاجی میخونیم، حالا این تولستوی میخونه، این به فرهیختگی بیشتر نیست. نه دوستان، بچه 15 ساله باید بره بیرون بازی کنه، دنبال کرم خاکی بدوه، با دوستاش پسر و دختر برن حرف بزنن، بگن، بخندن، فوتبال بازی کنن، تو جوب آب بپرن، از این کارا دوستان. این فکر غلطیه که حالا ما کمتر درس خوندیم به اینجا رسیدیم، حالا هرچی بیشتر بخونیم موفق‌تر میشه. این بسیار حرف غلطیه. نمونه ژاپن هم مثال زدم که دوست نظر آموزش دیگه به بعد شدت ابتذار رسیده، هیچ شغلی نیست، با اینکه همه اینقدر آموزش و کنکور و همه چیز، حتی برای دبیرستان هم کنکورهای سخت دارن که وارد یه دبیرستان بشن. دوستان راه حلش به نظر من اینه، برگردیم به راه حل اروپای قرن 19 یا حالا خود ایران قرن 19، نمیدونم چی. یعنی چی؟ یعنی که دوستان اینجور نیست که شما برید تحصیلات بکنید، درس بخونید، شغل برای شما وجود داشته باشه، یا دولت یا بقیه شرکت‌ها شغل آماده درست کردن منتظرن که شما لیسانس و دکترا بگیری بهت بدن و هرچند بیشتر تحصیل کنی شغل بهتر بهت میدن. مثلا یک حبابی بود که در فاصله بعد از جنگ جهانی دوم تا دهه مثلا 90 میلادی به وجود اومد در غرب به علت اون رشد صنعتی و اینا که وجود بعدم ترکید و الان در دوره اینترنت دیگه از بین رفت. اینجا هم تحصیلات شما رو به جایی چندان نمیرسونه. همه شدیم برده مدرن.
آدم با تحصیلات یه برده مدرنه که بعد خودش رو با یک پولی بفروشه. الان تعداد این برده‌ها اینقدر زیاد شده و وارداتش از هند و چین اینقدر ساده شده و از جمله ایران کشور ما صادرکننده برده مدرن با آمریکا، کانادا و اروپا است. اینقدر صادراتش آسون شده که ارزشش چی شده؟ اومده پایین. بنابراین راه حلش این نیست. راه حل موفق شدن از ما که گذشت ان شاءالله فرزندانم اینه. هر کدوم از ما که تحصیلات خوبی کردیم به یک مقام و موقعیت رسیدیم، دوستان به جایی که باید کارمند جایی بشیم، باید بیزینس خودمون درست کنیم، شرکت بزنیم، فعالیت اقتصادی بکنیم، یه مغازه بزنیم، یک کار سرویس خدماتی بزنیم، شرکت چمنزنی، شرکت صادرات و واردات، شرکت نمیدونم خدمات تعمیر کولر، هر شرکتی دوستان که یک خدمتی ارائه بده و اون شرکت قابل بزرگ شدن باشه. و بعد از اینکه این کارو کردید، بعد فرزندان و بچهای خودتون در همین شرکت کار کنن و این شرکت به شکل خانوادگی ادامه پیدا کنه، نه شرکت بزرگ سهامی بشه که سهامدار داره و رئیس هیئت مونه، نه شرکت کوچیک، حالا بزرگم شد ولی خود خانواده شما باید در همین شرکت کار کنن. حالا اگر رفتن یه لیسانس زیست شناسی ادبیات هر چی هم گرفتن، نگرفتن، اون لیسانس نباید شرط لازم برای گرفتن کار باشه. کارشون آماده است، برمیگردن تو شرکت خانوادگی کار میکنه، مثل کسی که زمین داره و کشاورزی میکنه، همینطور میتونه بری کشاورزی کنی. تو اگه دوست نداری تنبلی دیگه جای خودش داره. دوستانی که تحصیل کرده هستید و الان دستتون به دهنتون میرسه، اگر میخواییم فرزندان خودمون رو نجات بدیم در این شرایط فعلی، شاید کار درست این باشه که از خودمون بیزنس و شرکتی داشته باشیم که مستقل کار کنه، طوری که فرزندان ما هم بتونن در همون بیزنس ادامه بدن. این پروالی که به نظر من میرسه میشه مثل اروپای قرن 19 که کسی که تاجر بوده بچه‌ش هم میشه تاجر و در دنبالش در هم مغازه پدرش و اینا ادامه میده، حالا بزرگ شدن شرکت ها. بعضی هم خب از بین میره اون شرکت و بیزنس. ولی اینکه شما بری یه جایی در دانشگاه اینا تحصیل کنی و یه نفر دیگه بیاد شما رو استخدام کنه، دوستان اون راه حل درستی نیست و اون سیستم به نظر من دیگه به پایان عمر خودش الان رسیده و دیگه از این به بعد برده مدرن تولید میکنه، چون سیستم خوب نیست. جایی که احتمال داره که شما و فرزندانتون به یک نتیجه مثبتی برسن و از نتیجه زحماتشون بتونن بهره برداری کنن، در یه سری بیزنس های کوچیکه که باید پدر برای پسر به وجود بیاره، پسرم اینو بزرگتر کنه و حفظ کنه بده دست پسر خودش و الی آخر، حالا حداقل چند نسل این دامه پیدا کنه تا ببینیم دنیا چی میشه. و این سیستم به نظر من رسید، شاید یه راه حلی باشه بر این سیستم فیل کرده و شکست خورده تحصیلات آکادمیک و دانشگاهی. موفق باشید دوستان. 32 دقیقه خدمتون صحبت کردم، خیلی ممنونم که صحبت منو گوش میکنید و دوست داشتید مجددا کامنت بذارید تا با هم دیگه صحبت کنید.